سلام به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید. با برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی در خدمت شما هستیم. ما شاهد نقش بسیار پررنگ کودکان و نوجوانان و دانش آموزان در انقلاب امروز ایران هستیم. اما متاسفانه باید بگم که تا کنون 61 کودک و نوجوان در انقلاب 1401 در ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی کودک‌کش به قتل رسیدند. تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب و شد جان خودشون رو از دست دادند و تا کنون هیچ پرونده قضایی برای قتل این کودکان تشکیل نشده و تحقیقات مستقل و معتبری در رابطه با قتل کودکان انجام نگرفته. باید اشاره کنم که جمهوری اسلامی نه تنها کودکان و نوجوانان را به قتل رسونده، از کیان پیرفلک 9 ساله که در ایزه به قتل رسید تا روبودن اجساد این کودکان که میتونم اشاره بکنم به جسد سپهر مقصودی 14 ساله در ایزه و همچنین در حال حاضر بسیاری از این کودکان و نوجوانان در زندان ها به سر میبرند و تحت بدترین شرایط انسانی و زیر شکنجه و یا تجاوز هستند. چه کسی پاسخگوی این جنایات هست و اینکه برای جلوگیری از این جنایات چه باید بکنیم؟ همراه هستیم در این رابطه با سیامک بهاری از نهاد کودکان مقدمان. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. سلام به شما بینندگان عزیز این برنامه. خب ببینید، در نظام حقوقی بین المللی کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتری که دارن صاحب حقوق و حفاظت ویژه‌ای هستند که کشتن یا نقض عضو کودکان در توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از موارد ششگانه نقض فاحش حقوق بشر شناخته میشه. همچنین هم در قوانین عرفی حمله و آسیب رسوندن به کودکان توسط نیروی نظامی و امنیتی از مصادیق حمله به غیر نظامیانه که در صورت گسترده و نظامن بودن اون میتونه مصداق جنایت علیه بشریت محسوب بشه. ما میدونیم که همین چند روز گذشته قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تشکیل کمیته حقیقت یافت در رابطه با ایران تصویب شده. اما خب این اتفاق بعد از 3 ماه صورت گرفته، بعد از 3 ماهی که قتل عام خیلی فجیع در ایران داره صورت میگیره، به خصوص در رابطه با کودکان. و از طرف یونیسف هم خب به تازگی در 20 نوامبر در روز جهانی کودک شاهد این بودیم که خب یک گزارشی در رابطه با کودکان کشته شده و نقض فاحش حقوق و بشر در رابطه با اونها منتشر شده که خب یک اشاره کوتاهی به موضوع ایران در اون شده. چرا از نظر شما تا کنون به این موضوع بسیار مهم رسیدگی نشده و اینکه الان با تصویب این قطعنامه چه خواهد شد؟ خب معلومه قطعنامه ای که دیروز پنجشنبه 3 آذر به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید گام بسیار مهم و اساسی، اما اجازه بدید به سابقه کودک کشی، کودک آزاری و کودک ستیزی جمهوری اسلامی برگردیم. اون وقت معلوم میشه که فقط مربوط به یک بازه زمانی، یعنی از آغاز در این 10 هفته خیزش انقلابی مردم ایران که مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل هست، این موضوع بسیار فراتر هست. شما نگاه کنید در پرونده جنایی جمهوری اسلامی صدها فقره اعدام کودکان هست. به رسمیت نشناختن حق کودکی، به رسمیت نشناختن سن کودکان، مجرمیت کودکان، زندان کودکان، قوانین جزایی و کیفری برای کودکان و برابر دانستن اونها با بزرگسالان، شکنجه، آزار و فشارهای جسمی، روانی و جنسی به کودکان اصلا نهایت نداره. ما با یک حکومتی طرفیم که کودک ستیزی و کودک آزاری بخش نهادینه ای از اون شده و مداوما در این رابطه به مردم جهان دروغ گفته. اصلا سازوکارهای دروغ سازی مثل دستگاهی که در قوه قضاییه ایجاد کرده به نام منشأ دفاع از حق کودک و غیره، همه اینها مواردی است که ما باید به اون اشاره بکنیم و در این حال
مدافعین دفاع از حق کودک به همین منوال مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همین دیروز یکی از فعالین سرشناس و محبوب دفاع از حق کودک، آمنه زمانی، در یورشی که به جلسه انجمن یاری کودکان برده شد دستگیر شده و به محل نامعلومی برده شده. اما آن چیزی که شما به اون اشاره کردید، یعنی تصمیم شورای یا تصویب این قطعنامه با رأی بالا شورای حقوق بشر سازمان ملل، همینطور که اشاره کردم، قطعا گام بسیار بسیار مهمیه. به چه دلیل؟ به این دلیل که همه جنایات جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار کودکان در طی همین مدت کوتاه، توجه کنید بیشتر از 60 کودک اسامی اونها موجود هست، بیشتر از 60 کودک با شلیک مستقیم گلوله یا ضربه باتون و غیره کشته شدن. جمهوری اسلامی هرگز مسئولیتی در قبال قتل این کودکان به عهده نگرفت. فراموش نکنید این یک نهاد کودک کشه که به عنوان یک سیاست از کودک کشی به عنوان یک ابزار استفاده میکنه برای اینکه یکی از کانونهای مهم اعتراض مردم، آن چیزی که به دهه 80 ها نسل زد و غیر مشهور است، دانش آموزانم. دانش آموزان کانون گرم و مبارزه، یکی از این کانونهای گرم و مبارزه مردم در ایران هستند. ببینید شما برید به یک منبع مرجع بین المللی بگید گاز اشکاور به کلاس درس دانش آموزان شلیک شد، باور نمی کنند. بگید گشت سرکوب جمهوری اسلامی وارد مدرسه شد و به جان دانش آموزان افتادن، دانش آموزان زخمی و مجروح روی زمین افتاده بودند و وقتی از وزیر رئیس آموزش پرورش اردبیل سوال کردند چرا در تصاویر کودکانی هستند که روی زمین افتادن، گفت خب اینها دختران، فشار خونشون یک دفعه سقوط کرد، قند خونشون پایین اومد، آمبولانس اومد اونها رو نجات بده، با همین خونسردی، در حالی که میتونه آنچنان ضربات باتوم به این دانش آموزان خورده که بیهوش افتادن، ممکنه خونریزی کردن. اسرا یکی از این کودکان بود که چنین به قتل رسید و ده ها فقره، من الان فرصت نیست اسامی رو ذکر کنم، آخریش رو خود شما ذکر کردید، کیان، که اصلا به عنوان یه فنومن، به عنوان یک پدیده الان شده خدای رنگین کمان برای مردم، به خاطر اینکه ارزش های انسانی، ارزش های مبارزاتی مردم هست و دقیقا این مقابل جمهوری اسلامیه. شورای حقوق بشر سازمان ملل در طی این قطعنامه چند کار مهم انجام میده. اولا کمیسیون حقیقت یاب ایجاد میشه که از متخصصین این امور هست و این متخصصین باید یک تشکل ایجاد بکنن که بتونن به طور مستقل مستندسازی کنن، حقایق رو جمع آوری کنن، راستی آزمایی کنن، طبقه بندی کنن و به جرائم قضایی در رابطه با اونها رسیدگی بکنن و اینجا صلاحیت قضایی بین المللی پاش به میدون میاد و همه کسانی که دستور قتل دادن جز نیروهای سرکوبگر بودند، عاملین و آمرین اصلی کشتارها مورد محاکمه قرار میگیرن. این که این قطعنامه چقدر زمان میبره، چطور عملی میشه، الان مورد بحث من نیست. اون چیزی که مهمه اینی که جهان کودک کشی، کودک ستیزی و رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی رو دید، شنید و نسبت به اون واکنش نشون میده و جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه نسبت به جنایات خودش وظیفه به عهده بگیره و مجازات بشه. بله. خب اشاره کردید به دانش آموزان. ما خب در این انقلاب شاهد نقش پر شور و پررنگ دانش آموزان بودیم که این دانش آموزان خیلی هاشون الان از مدارس اخراج شدن و بسیاریشون در زندان هستن، اما واقعا از هدفی که داشتن، از خواسته‌ای که داشتن کوتاه نیومدن. خیلی هاشون الان متاسفانه همونجوری که گفتیم به قتل رسیدن. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که این دانش آموزان به یک آگاهی رسیدن که الان یک همچین حضور پررنگی رو در این انقلاب دارن؟
ببینید، وقتی ما از دانش آموزان صحبت میکنیم، ضرب در آگاهی جامعه، ضرب در آگاهی معلمین، ضرب در آگاهی کل خانواده میشه. دانش آموزانی که با پدیده ای به نام شبکه جهانی اینترنت روبرو میشن و دیگه اون خزعبلاتی که توی کتاب درسی هست تنها منبع اطلاعات کودک نیست. شما مثلا در مناطق دور افتاده ای در افغانستان و پاکستان، کتاب قرآن تنها کتابی است که یک کودک میتونه با اون روبرو بشه و در مکاتب طالبان و مدارس قرآنی اون رو بیاموزه. چیز دیگری در دسترس اون نیست. در نتیجه مثل یک تونل وارد یک صحنه میشه و اطلاعات میشه همون. این اتفاق در مورد ایران نیست. هزاران هزار خانواده در تلاش هست که کودکش موزیک بیاموزه، به دنیای بهتری دسترسی پیدا کنه، دانش بیشتری یاد بگیره، رباتیک یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره و امثال اون. اینها همه نشون میده این کودکان، کودکان قرن 21 هن، کودکانی هستن که خودشون رو با کودک و دانش آموز، جوان و نوجوانی که در پاریس و نیویورک و نمیدونم هر شهر دیگه ای هست مطابقت میدن، نگاه میکنن به رفتار دانش آموزان. نگاه کنید، همه اونها غیر اسلامی هن. حتی اگه من نگم ضد اسلامی، غیر اسلامی هن. به پدیده هایی که جمهوری اسلامی بر اونها ناظر میکنه پشت پا میزنن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه بره جشن عفاف و غیره راه بیاندازه، اما در آمارهای خودش میگه که 190 دانش آموزان تجربیات جنسی با همدیگر رو، یعنی دختر پسر و هر چیز دیگری رو تجربه کردن. سعی میکنه حیوان آزاری به کودکان یاد بیاموزه، بسیاری از این دانش آموزان حیوان دوستن. سعی میکنه که ارتباطات اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر رو از بین ببره با آپارتاید جنسی. برعکس میشه، اینها بیشتر به هم نزدیک میشن، چون جهان انسانها رو با جنسیت اونها نمیشه به هم زد، نمیشه پرده بین اونها انداخت. همه ما قبل از اینکه زن، مرد، کویر یا هر تمایلات جنسی دیگری باشیم، ما انسانیم. کودکان هم به همین ترتیب، و در واقع این یک بخش از آگاهی کل جامعه است، بخشی از اعتراض کل جامعه است، بخشی از آگاهی است که به معلمین مبارز به سر کلاس ها رفته. و در این حال فراموش نکنید نقش سرکوب و خفقانی که جمهوری اسلامی بر دانش آموزان داشته، اعزام گله آخوند به مدارس، هیبت خود جمهوری اسلامی را از بین برده. یعنی نسلی هست که مطلقا از جمهوری اسلامی نمی ترسه، چون شکست نخورده و اومده به میدان اومده و جمهوری اسلامی رو به یک پاپاسی هم حساب نمی کنه. نه رهبریش رو میپذیره، نه اتوریتش رو میپذیره، نه قوانینش رو میپذیره، همه چیزش رو ریشخند میکنه و براش هیبتی نداره. در نتیجه شما عمامه پرانی رو میبینید، سوال پیچ کردن معلمین پرورشی رو میبینید و به همین مصداق پیوستن به صف اعتراضی و انقلابی مردم رو میبینید. یک مجموعه است از خانه، خانواده، معلم تا دانش آموز به یک زنجیره تبدیل شدن. خب همونجور که قبلا هم گفتم، الان خیلی از عزیزان در زندانن و تحت شکنجه های بسیار زیادی هستند. حتی خیلی هاشون اطلاعی ازشون وجود نداره که در کدام زندان هستند. خب به نظر شما مردم در داخل خود ایران و همچنین حالا اونهایی که در خارج هستند و یا این که در سطح بین المللی چه کار باید انجام بدیم که این دانش آموزان هرچه سریعتر از زندان ها آزاد بشن؟ ما از تجربه خونین آبان 98 فاصله زیادی نداریم. در طی 3 روز 1500 کشته که ما از اون مطلعیم، قطعا این عدد بزرگتر و بسیار دردناکتر هست. ما از 1500 کشته خبر داریم. در میان اونها تعداد قابل توجهی کودک بودن، اسامی اونها رو مردم میشناسن. تعداد زیادی از مدارس به بازداشتگاه ها تبدیل شدن، دانش آموزان زخمی رو از بیمارستان ها کشان به بازداشتگاه های نامعلوم بردن. ما اون تجربه رو داریم. الان بیش از 1000 دانش آموز در سراسر کشور دستگیر شده. بسیاری از اونها سر به نیستن، دید پیدا نمیشن، با وثیقه های سنگین بعضی از اونها آزاد شدن. همه این دانش آموزان از ضربات
شکنجه جسمی، روانی و جنسی دارن تعریف میکنن و میگن چه بلاهایی در این مدت بر سرشون اومده. مهمترین موضوع الان رسانه ای کردن حقایقی است که بر دانش آموزان میگذره. خانواده ها تحت فشارن که چیزی رو علنی نکنن. همه ما میدونیم به همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی فشار میارن، حتی میگن ما این رو بسیجی اعلام میکنیم، به شما مثلا خونبها میپردازیم، رشوه میدیم، صداشو در نیارید. چرا اینو میگن؟ مگر این همون حکومتی نیست که با بیرحمی داره آدم میکشه و اصلا سیاستش هست؟ ولی میدونه به سادگی نمیتونه اعتراض رو خفه کنه، میدونه اگر موضوعی رسانه ای شد مثل بلا به جونش میافته و میدونه همه دستگاه سرکوب عاقبت خودشون رو حمید نوری میبینن که یه جایی اینا رو دستگیر میکنن، میارنشون توی دادگاهی جلوی چشم مردم بدون هیچ عذر و بهانه ای. 92 جلسه طی یک سال برای حمید نوری گذاشته شده بود، همه حقایقی که اون مخفی میکرد بیرون اومد. الان هم همینه. من نمیخوام بس به جای دیگری الان کشیده بشه. مردم باید با رسانه‌ای کردن، با علنی کردن نام دانش آموزان دستگیر شده باید توسط خانواده ها علنی بشه، رفتاری که با اونها شده باید علنی بشه. این حتی برای جبران ترامای بعد از دستگیری کودکان هم مفیده. کودک خودش رو تنها نمیبینه، خودش رو تنها نمیبینه که من دستگیر شدم، مورد آزار جنسی قرار گرفتم. میدونه کل این دستگاه مشغول این کاره و مردم برای این کار توی خیابونن که خاطی یا شکنجهگر رو به سزای اعمال ننگینش برسونن. الان ما تو این دوره هستیم، هیچ چیز نباید مخفی بمونه. این اولین قدمه و بدیهیه. این صدای انقلاب انقدر عظیم، انقدر مهیب در دنیا تنین انداخت که همه دولتهایی که جلوی چشمشون رو میگرفتن و رابطه پنهانی با جمهوری اسلامی داشتن مورد فشار افکار عمومی کشورهای خودشون قرار گرفتن. دیگه قابل توضیح نیست وقتی که یک سندی رو رو میز جامعه جهانی بگذاری و بگی ببین اینجا فقط در 10 هفته 1000 دانش آموز دستگیر شده، بیشتر از 60 تا دانش آموز کشته شدن، این دانش آموزان توی بدنشون 95 فقره ساچمه هست، اصلا مسلح شدن، تیکه پاره شدن، باتوم تو سرشون خورده، از بلندی انداختن، میلگرد تو تن دختر 17 ساله در اومده کشتنش. اینطوری نیست که جهان چشمش اون وقت میبنده. اون وقت به اون دولت میگه شما تو این دیپلماسی خونین چه کاره ای؟ چرا دست اینا رو میفشاری؟ چرا در مساجد و چرا در سفارتخونه هاشون رو گل نمیگیری؟ چرا این سفیر رو نمیفرستی؟ اینا که دیپلمات نیستن، اینا یه مش تروریستن. یه مدال دیپلماتیک به خودشون آویزون کردن، یه جایی هم درست کردن، یک لانه تروریستی به نام سفارتخونه. خب الان اسدالله اسدی یه نمونه شد، کاردار سوم یا نمیدونم چه کاره یه سفارتخونه است و ده ها فقره دیگه از افراد. این مسئله برای ما مهمه. خیزش انقلابی مردم در ایران به نقطه بسیار بسیار تعیین کننده، حساس و سرنوشت سازی رسیده و این جایی که ما به دست آوردیم باید دستاوردهاش هم تبدیل به یک پدیده فعاله برای خودمون بکنیم. بله، ممنونم از شما سیامک بهاری که همراه ما بودید. سپاس از شما، امیدوارم که مفید بوده باشه توضیحاتم. حتما حتما، ممنونم. تشکر از شما. به انتهای برنامه‌مون رسیدیم و اینکه در آخر باید بگم که واقعا جای هیچ انسانی در زندان نیست و هیچ کس حق این رو نداره که جان کسی رو بگیره، چه یک فرد عادی باشه و یا اینکه یک حکومت ظالم مثل جمهوری اسلامی. امیدوارم که هرچه زودتر شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی باشیم و شاهد پیروزی انقلاب مردم در ایران. از همه شما عزیزان دعوت میکنم که برای ما پیشنهادات و نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه با شماره تماس هایی که در زیر میبینید در میون بگذارید و اینکه شما هم صدای زندانیان سیاسی و صدای انقلاب مردم در ایران باشید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. شب و روزگار بر همه شما.
خوش.